در بازارهای سرمایه‌گذاری همه به دنبال این هستند که چه ترکیبی از دارایی‌ها رو دور هم بچینند که بهینه باشه. یعنی چه بهینه باشه؟ بالاترین عملکرد داشته باشه، بالاترین بازده رو داشته باشه و پایین‌ترین ریسک رو. در محافل اکادمیک اینجوری مشهور است که میگن که عامه مردم یک پورتفوی 60-40 در اختیار بگیرند برای مثلا یک دوره 30 سال. 60-40 منظور چیه؟ 60% سهام، 40% اوراق. حالا به جای اوراق شما میتونید مثلا سپرده بانکی رو در نظر بگیرید. اما اخیراً مقالاتی نوشته شده که برای یک دوره بسیار طولانی نشون دادن که اگر شما 100% سبدتون رو در سهام سرمایه گذاری کنید احتمالاً بازده بالاتری خواهید داشت. اما برخی از پژوهشگران اومدن به این مقالات پاسخ دادن، گفتن که شما ریسک رو در نظر نگرفتید. برای همون لول ریسک اگر بخواید در نظر بگیرید، خب باید علاوه بر سهام اوراق هم داشته باشید، یا در برخی از دهه ها هست که اوراق بر سهام چیرگی داره و بازده بالاتری رو نشون میده. به طور کلی هنوز این سوال حل نشده که آیا ما اگر بخوایم ریسک بالا بپذیریم، اگر مثلا به مدت 30 سال در ریسکی ترین دارایی مثل سهام سرمایه گذاری کنیم، آیا به نفع ما خواهد بود یا نه. ولی برداشت این هست که احتمالاً مسیر به همون سمت گذشته خواهد رفت و باز هم توصیه خواهد شد که شما یک پورتفوی داشته باشید از اوراق و سهام، منتها سهم سهام میتواند بیشتر باشد. در ایران شما دیدید که در سالهای 97 تا سال 99 تا ماه مرداد 99 پورتفوی 100% سهام واقعا بی‌نظیر بود، ولی بعد از سال 99 اونهایی که فقط در اوراق سرمایه گذاری کردند برنده مطلق بودند. بنابراین در کشورهای مختلف بسته به شرایط این قضیه فرق میکنه. علی‌ای‌حال شما باید مسئله دایورسیفیکیشن یا متنوع سازی رو در سرمایه گذاری خودتون جدی بگیرید.